ارزم ببینم چی کم و کس دارن که بیام برایشون بفرستم. چاره چیه دخترم؟ صاحب کار میگه پنجشنبه ها باز بریم و عمل بنده ها رو بدیم. منم مجبورم که اجرت کنم. به هر حال من الان راهیم. ممکنه شبم نتونم برگردم. صبح که شما رفتین اسباب کشی کرده و حالا هم داره اسباباشو جابجا میکنه. سری کلایی که سخت نگرفتی دختر جون. کیرو من که اون روز از خودتون اجازه گرفتم سر خود که این کارو نکردم. سلام علیکم مشتی. سلام علیکم. چی کار میکنی ننه جون؟ دعا به جون شما. خوب مزاجن که خوب هستی؟ به مرحمتتون بد نیست. خدا رو شکر. خوب ننه جون، حالا که اومدی اینجا باید مواظب نگره باشی. خیالتون راحت باشه مشتی، نگره خانم مثل اولاد منه، هیچ فرقی نمیکنه. زنده باشی. خب دیگه من میرم، کاری نداری دخترم. نه بابا جون. اما چرا واسه برم دعواتو از تو اتاق بیارم؟ تو جیبمه دختر جون. ناراحت نباش، هر چی خدا بخواد همون میشه. دست حق به هم راست. خدا حافظ. خدا حافظ. وقت بود که دلم میخواست یه شب بیام کافه برنامه هاشو ببینم. ما که خیلی وقت بود بهت میگفتیم یه شب بیا با هم صفا کنیم. آخه جور نمیشد، خودت که میدونی. خب دیگه پاشیم یواش یواش بریم. ده کجا؟ تازه اول شبه، برنامه های خوشگله جق از حالا به بعد شروع میشه. نه دیگه بریم، من دلم شروع میزنی. داری ناراحت هم میکنی ها. دیگه امشب که بابا ترو نیست اینقدر شور به دلت ننداز قربون دلت. سلام علیکم. سلام خود. دیر که نکردم. نه خواهش میکنم بفرمایید. بابا صفا نوکرت انگار آقا مهدیاره، بغلش هم بغلشه. آقا مهدی سلام علیکم، نوکرتیم به مولا. سلام چاکرم. بفرما بفرما بفرمایید. چند دقیقه با فقرا صفا کن، زندگی تا مردی بیاد پیش ما، جاش تو تخ و چش ما. بفرما آقا مهدی جرب کن نوکرتیم صفا. حالا رفیقمه، دو سه تا پاچوب داره، قاچاقی کشتار میکنه، چند وقت پیش گیر افتاده بود، ما هم به دادش رسیدیم. اینه که خیلی زیر علم ما سینه میزنیم. آقومتی آقومتی بسته ما خرابه. آقومتی منتظری ما بیشی علم اومدم. خیلی آقای آقومتی لاپا بره من، بره من جونو، من منتلش نکن. قربانه. خیلی ازدر گذاشتی به ما جون شما. نو کرده بر فرما بشه. آی گارتوز چه شیش تا آجا بره سست و پنج تا بیار بسته مونه. روشن خانه از دوست کنه باشده هاست. ایشون آقومتی صفاتو ببینم وضع خونه چریختیه. بزن من یه دید بزنم اینا. فهمیدم به درد امشبت میخوره، چون مامانم اینا مسکر آبادن، خونه خالیه خالیه. خدا چیکار میکنی؟ والا الان مدتی عقدس باغدار خاطرخواه اون شنخان ما شده. زن بعدی نیست، پنجا به بالا سورم نداره. ما هم تو شاگرداش یه آجورش رو تور زدیم، بیشتر شبا میریم بعد اینجا پیش مامان جونم اینا. تشت من نباش، بیا این از سویچ خونه دیگه، برو برنامه تو اجرا کن. میگم راستش اون شب که ما با هم رفتیم خونتون، من پاتیل پاتیل بودم، درست حالیم نشد. کجاست؟ بابا ما خیلی معروفیم. اینه که میدونم خونه ابی ننه سردسته رو که بلدیم. آره. همسایه ما سوبره خونه ابی شماره 11 کلبه مامانم اینا. بریم تو. تا نگی اینجا کجاست من نمیام. راستش چون دلم نمیخواست بعد از عروسیمون تو با ننه و آقیم تو یه خونه زندگی کنی، اینجا رو واسات اجاره کردم. حالا مونده بیای تو و خونه رو یه دیدی بزنی. میخوام ببینم میپسندی یا نه. بریم بابا جان. برو نازشو بر. بودو. چه عکسای قشنگی زدم دیگه. گربه با. بیسی. آره عجب اتاق دلوازی. شب عروسی همین اتاق و هجل خونه اش میکنی یا خوشت میام میپسندی؟ هر چی رو تو بپسندی منم میپسندم. او قربون تو دختر خوب. ایوا ببینم آقا مهدی. یعنی چی؟ چرا داری لباس تو در میاری؟ میخوایم بری کجا؟ حیف نیست آدم تو هجله بیاد و دست خالی برگرده. ایوا تو رو خدا این حرف رو نمیرم. الهی چه سرخ شده.
ببینم که از من خاطر جمع نیستی. اگه خاطر جمع نبودم که اینجا نمی اومدم. خب پس چه حالا چه شب عروسی؟ چه فرقی میکنه؟ آخی خدا. نه نه تو رو خدا این کارو نکن. مگه چیه؟ تو که اول آخرش مال منی. درسته اما اما بی اما حقیقت قضیه اینه که مادرم واسم لقمه گرفته، میخواد خارزادش رو بده به من، منم میخوام ننمو در مقابل عمل انجام شده قرار بدم. فهمیدی؟ رفتی؟ یعنی کیه کله سوی در میزنه؟ بچی، پشت برو ببین کیه. اگه دیدی اون دختر است که چند دفعه اومد دنبال من، به او داشتم خونه نیست. چشم داده. حالا چرا اینجوری؟ شاید مرد باشه. مگه اینجوری چه عیبی داره؟ لا لا الا الله. تو یه چیزی بهش بگو ننه. داره ناراحت ها میکنه. بیا چادرتو بنداز سرت. همه تقصیر توئه دیگه. چرا تقصیر من دور زمونش رو خرابه؟ خیلی خوب بابا. شمای خانم، سلام علیکم. سلام، بازم من مزاحم شدم. بی زحمت با آقا میتی بگیم بیاد، من کارش دارم. دوشم آفتاب نزده از خونه رفته بیرون. کجا رفته؟ نمیدونم. نمیدونی؟ بهش بگو آقا میتی با دختر مردم اینجور رفتار نکن. تو خودت خواهر داری، از خدا بترس. میدونم که میترسی این چیزا رو بهش بگی، اما این یه پیغومه، گفتنش وحشتی نداره. در زمینم بهش بگو من دست فردار نیستم، بالاخره پیداش میکنم. خیلی خوب باشه. چی بود؟ همون بود که گفتی، دست به سرش کردم رفت. بالاخره این دختره با تو چیکار داره ها؟ با تو؟ این نیم وجبیر باش که داره ما رو سیاه میکنه. بهترم تو بلاتش. چادر سرم میکنم جیغ میکشی، چادر سرم نمیکنم جیغ میکشی. به کدوم سمت تو برخصم؟ پرسیدم این دختره کیه، با تو چیکار داره؟ هیچی بابا هیچی. اگه هیچی نی پس چرا پاشنی در خونه رو برداشتی؟ انگار پرسجو نکن ننه. آخه من نباس بدونم این دختره کیه؟ از برادرش قاچاق گرفتم، الانم تو زندونه. میخواد از التماس کنه ما برادرش بشی. اگه داداشی زندونی پس چرا اینقدر زبونش درازه؟ چی؟ مگه چی میگفت؟ خیلی چیزا من رو نمیشه بگم. پرسیدم چی میگفت؟ میگفت به آقا میتی بگو خودت هم خواهر داری، از خدا بترس. ها این حرف آدمی نیست که اومده باشه برای برادرش عز و التماس کنه. تفلکی، یه چشش عشق بود و یه چشش خون. هر کی اینقدر بهش کم معلی نکن داداش، گناه داره. این فضولیا به تو نیمده. اصلا شما ها چی کار داریم به کار من؟ اما سبتون رو شد من رفتم زورم نمیاد خونه. سرت میشه آقا میتی، واقعا که مردی و سر قولتم وایسادی. حالا مگه چی شده؟ تو نمیدونی چی شده ها؟ خیلی خوب، وقتی پات رسید به کلانتری میفهمی چی شده. یالا را بیفت بری. ببینم نکنه رفتی کلانتری شکایت کردی. آره، همون دفعه دومی که اومدم در خونتونو به ابجی جونت گفتی برو بگو داداشم خونه نیست، رفتم شکایت کردم. حالا مگه با من نیا کلانتری ها، به عروای خاک مادرم میرم، با پاسبون میام در خونتون، آبروتو پیش در همسایه هات میبرم، علم شنگه تو کوچتون رو میدازم که بیا و ببین. تو هنو منو درست نشناختی. مثل این که زده به سره، مگه من نگفتم که میگیرمت؟ بله صد دفعه هم بهم گفتی، ولی اگه ریگی به کفشت نیست پس چرا نمیای خواستگاری؟ خیلی خوب میا، این دیگه کلانتر کشی نداره. اما این روزا یه خود دست بالم بسته است، تا آخر برج به هم مهلت بده میام قال کارو میکنم. من این حرفا سرم نمیشه. تو خر تپل گذشته میخوای با این وعده هات منو از سرت وا کنی؟ یالا را بیا بریم کلانتری. یک باش نایره، تو چرا عوض شدی؟ نکنه یکی تحریکت کرده؟ گفتم چند وقت به هم مهلت بده، دست بالم بسته است. من که چیز زیادی از تو نخواستم. آخه چرا داری منو تو فامیل سرشکسته میکنی؟ سرشکسته واسه چی؟ کوشم اگه همچین نیتی داشته باشم. خب کار عروسی که عقب بیفته همه میفهمم موضوع رو. خیلی خوب ناراحت نباش،
چهارشنبه دیگه نیمه شعبونه، روز تولد حضرته، شوگون داره. ننه ها میفرسم خواستگاری. نه من نمیخوام، باز داری سر منو گول میزنی. اوخی لبر نچین عزیز دلم، اینقدر غمیش نیا، تو همین جوری هم رو کشتی. برو دیگه به باباتم بگو سر مهریه و خرج عروسی زیاد سخت نگیره که ممکنه ننم ترش کنه. پس من میرم کارامو بکنم، به همون جورم اینا هم میگم که خودشونو واسه روز چهارشنبه حاضر کنم. ما که مردیم از بچه هایی خوردیم، پس این خواستگار کی میاد؟ آره حق با شماست، نمیدونم والا، نمیدونم چی بگم، قرار بود ساعت 4 بیاد. الان که 4:30 هنوز نیومدن، معلومم نیست کی بیان. خلاصه مطلب من هزار جور کار و گرفتاری داشتم، ول کردم به خاطر بله برون تو اومدم اینجا، ولی بختم داره تلف میشه. فرض که خواستگارا اومدن، کو بابا؟ تو هم که ذکر بابا گرفتی، بابات رفته میوه بخره، الان هم پیداش میشه. تو اصلا به بابات چی کار داری؟ خواستگار که بیاد من صاحب اختیارم، عمت هم صاحب اختیاره، شوهر عمت هم صاحب اختیاره، دیگه چی میگی؟ آره دختر جون، بابات هم که بیاد باز ما باید با خواستگارا صحبت کنیم. اون اختیار تو رو داده دست ما، تو فکر این چیزا رو نکن، فکر اومدن خواستگارا باش. حالا ناراحت نباش دختر جون، بالاخره میان، ما هم تا شب بیکاری میشینیم تا بیاد. بنده همچین بیکارم نیستم که اینجا بشینم و شیرینی بخورم تا چاد گماد بیاد. شوهرم راست میگه، حیوانکی از بس شیرینی خورده میترسن بهتره که. آخه نیم ساعت همچین وقت زیادی نیست که داریم به من سرکوف میزنیم. اگه براتون خیلی ناراحت کننده است خب میتونین تشریف ببرین. چرا بچه‌مو ناراحت میکنین؟ بشین اینور ببینم. نمیخواد قصه بیاره جون، کسی از اینجا نمیره. اگه خدایی نکرده خواستگارات هم نیومدن، بازم طوری نیست، تو هنوز سنی ازت نگذشته. این خواستگار نشد، یه خواستگار دیگه. آره بابا، تو از حالا فکر یه خواستگار دیگه باش. این بابا اگه به تو علاقه داشت یه ساعتم زودتر میامد اینجا. به جون همه تون، من از اولم میدونستم که نمیاد، منتها نخواستم تو ذوق نیره بزنم. آره بابا. نیره جون تو خیلی ناراحتی، نکنه کاری دست خودت داده باشی. داداش یه دارم این مربایی ها شده من. چشم. چی شده مادر؟ به من بگو چی شده. چه خاکی به سرمون شده. امی خانم من همین الان برمیگردم. نایره جون زود برگردی ها. چشمم بخوادیم زیاد طول نمیکشه. این قیافه و این گریه نشون میداد که یه کاری دست خودش داده. بیچاره باباش. چیه خانم اومدین خونه رو ببینیم؟ مگه از اینجا رفتی؟ آقا مهدی؟ والا آقا مهدی رو نمیشناسم، فقط میدونم یه هفته از اینجا خالی شده، داریم اجارش میدیم. شما رو از کدوم بانگا فرستادن؟ پرسیدن شما رو از کدوم بانگا فرستادن؟ والا حیاتش که بدک نیست. در حال اگه از بانگای ما اومدیم میتونیم بیاییم تو خونه رو ببینیم. من از حرفاتون سردم، یعنی به این زودی رفتن؟ چی داری میگی برادر؟ کجای کاری؟ اصلا خواستگاری نایمده بود که بره، تو از قضایی ها پرسی؟ چه تو مگه؟ آخه چی شده به هم بگی؟ کلاتو بذار بالاتر، دختر سریتت آبروی خانواده ما رو به باد داده. بی حیا پیش پیش با خواستگاری رفته تو هجله. منم اگه جای اون بودم هیچ وقت به خودم زحمت نمیزدم که بیام خواستگاری. یا زامن آهو بشین، بشین حالت خوب میشه. آخه مرد این چه طرز خبر داد؟ نوزاد قاتلش تو. حرفه بی خود نزن، من برادر خودمو بهتر از تو میشناسم. اگه نمیگفتم پس فردا گله میکرد که چرا نگفتی. حساب اینجا چی کرده بودی؟ سلام بابا. سلام و زهر مار، دختر یه ذلیل مرده، چه خاکی تو سرم ریختی، تیکه تیکت میکنم. من داداش با این چیزا کار درست نمیشه.
صابخونه کار داشتم. سلام. سلام از ماست، بفهمین تو؟ خیلی باید ببخشید، خواستم ببینم آقا مهدی اینجا تشریف دارن. والا ما آقا مهدی زیاد داریم، شما کدومشو میخوان؟ اونی که من باش کار دارم بهش میگن مهدی بلنده. مهدی بلنده؟ با آقا میتی اومده بودم اینجا. بله میدونم. گفتم شاید اومده باشه پیش شما، یا شما الان بدونین کجاست. خیلی خوب، بتو بتو ببینم خیال که ننی واسهش درد سر درست کن. نه والا خاطر جمع باشیم، فقط میخوام باش حرف بزنم. خب حالا که فکر بری در بارش ننیم، بفرمین تو، بفرم بالا. انگار سر حال نیستی. میدونی چی؟ ما دیگه نمیتونیم این اومد و رفتای دوزکی رو ادامه بدیم. واسه چی؟ برادرم یک کله خریه که خدا میدونه. راستش من خودم هم از این وضع خسته شدم. فردا که رسیدم تهران خریدامو میکنم و سرویس بعدی خالمو برمیدارم میام خواستگاری. چی تی گفتی؟ آره قربون تو برم. خونه فرش تا دو هفته دیگه برمیگردم خونه تون پیش داشت کله خره تو رو ازش خواستگاری میکنم. سلام علیکم آمیتی. سلام علیکم، بفرما بشی. آقا پسر، دو چای ورد بیا. نه قربون شما، اومدم یه چیزی بهت بگم و آب برم. خب بنال ببینم چی میخوا بگی. والا ما دو بار اومدیم خواستگاری آبچی، دختره رو حلالوار به ما ندیم، حالا اکبر یزدی داره حرومش میخواد. آرفت دهانه تو بفهم نامرد. باشه ما نامردیم، ولی تو که مردی باره جلو آبچی تو بگی. الان کجان؟ الان تو باغ ارباب خدا داد ور دل اکبر یزدی نشسته دوتایی دارن حال میکنن. وای به روز کارت، اگه دروغ گفته باشی را بیاد ببینم. اگه کلک اومده باشی یا چونم چه مرخصه هیچی، شغل پخش کنه مغزت هم داغونه. قبول آمیتی، را بیاد. اینم بهت بگم اگه دیر به جنبی از دست میرم، چون الان یه خواستگار دیگه هم دارم. یعنی پای شخص دیگه هم در میونه. ای همچی هر کی بخواد تو رو از من بگیره میکشمش، ناراحت نباش. خب تو رو هم میگیرم به جارت میزنن، اما تکلیف من چی میشه؟ تو رو هم میکشم، ناراحت نباش. اون وقت جواب داداشم رو چی میدی؟ داداشت هم میکشم، ناراحت نباش. باشمی خوالی بازیتی که ازت خوشم میده دیگه. بریم. ای بای دادم جاندی. ای بیا، الان خوب میشه، الان نه، تو بگر از کسی کنی، الان درستش میکنی. بیا خودو پاساش بدم. آها، این بهش میگن تپ مالشی. خدا خود یهوش، آه، الان خوب میشه، الان حالا جا میگم. خب، حالا چطوره؟ یه خودی بهتره. یه خودی؟ کفشو بده من پام کنم بریم. بریم، به این زودی؟ مادرم دل با پس میشه. خیلی خوب، هر شما بگی سر کار. یواش، یواش به پا رگ رو رگ نیفته که باز کار دست هم بگیم. برو بریم. یه خدا بگیم. آه که دستم بهشون نرسه. حسنی سوارشو بریم اینم. چش خب دیگه، خداحافظ وجه جون. مرمتت زیاد. به سلامت، زود برگردی ها، منتظرت میشم. شش، اصلا دلم نمیخواد برم. ای داد داره حرکت میخونه، دیر رسیدیم آمیتی. آب دروغ که نگفتیم آمیتی.
چادر میری باید تو ببینم نارتی میکشمت نابودت میکنم میکشمت برم کنید چی شده؟ مهدی بلنده میخواد خواهرش رو بکشه میگن اکبر یزدی به سیرتش کرده هولی 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 خانم به داد دخترت بری مگه چی شده؟ آخه مهدی میخواد اونو بکشه بیا ببین تو شهر چه علم چندی را انداخته آخه واسه چی؟ مثل اینکه داشت اکبر من و بچه رو با هم دیدی که به خدا مرگم بده حالا کجا؟ یه نشونت بدم یا خبر بنی هاشم به داد بچه‌م برسه نترسی ها بدو بابا چطوره دنبال من را افتادی؟ مگه شما کار و زندگی نداریم؟ برید دنبال کارتون برید خوشی بابا معلوم نیست کدوم گوری رفته ننه وای زنگیل برگرد وایش را ببینم ناکس ننه جون چه بلایی به سرمون اومده از دختر بیاورود بپرس مردم راست میگن خاکی به سر خودش ریخته خدا پس کار به اونجا هم کشیده ننه من که کف دستم رو بو نکردم از مردم شنفتم تا یه چیزی نباشه که مردم مرض ندارم بکن لاغه گیست عجب دختری تربیت کردی خدا مرگش بده خدا ذلیلش کنه آخر عمری از اون چه که میترسیدم به سرم اومد فکر میکنی الان کجاست والا چه میدونم من که خبری ازش ندارم ولی من پیداش میکنم هر جا بقل گل بیر ایکی اوت بیر ایکی بقل عجب ریکلی به هم دادم حالا یک کاسه آب دنبل بخورم که زورم قوت میگیری بسه همش رسو پشمان شد بیر ماشالله هزار ماشالله هزار نزار ماشالله خیل نبینی ایچالله آی ماشالله من هم وجی آخه تو کجایی دختر میبینی که اینجا روزم میگه ببینم تو اونجا چی کار میکنی اینجا که نمیتونم بهت بگم بیا در رو بکن تا من از اینجا بیام پایین مگه هنو داشت تو رو نکشته الله اکبر میبینی که نکشته یالا بجو مهندشو اجرا کرده میخواد بندازه گردن من بالاخره این هیکل دختر کش کار دستم میگیر اما نه بیده چه قانونی عقلش میرسه که من از این آهنگا نمیتونم بزنم یالا بیشم دیگه ماشالله خیلی خوب وایسا اومدم خب چطور شد اومدی اینجا؟ جای دیگه نداشتم برم راستیت چه بود؟ دروغم چیه؟ میدونی مردم امروز چه حرفای بد بدی پشت سرت میزدن؟ مردم غلط کردن من و اکبر میخواییم با هم عروسی کنیم میونه اونم هیچ اتفاقی نیفتاد دروغی؟ ایفا معلومه خدا رو شد میدونستم داشتم نامرد نیست اما من بس که خولم حرف مردم رو باور کردم خربیزه هستم و بیمزه ببین به عقل ناقص من بهتر حقیقت قضیه رو به داشت بگی حالا نمیدونم به عقل ناقص تو چی میرسه داداشم از اون کله خراست حرف حساب که به گوشش فرو نمیره امروز اگه مردم به دادم نرسیده بودن منو کشته بود تو که کشتنی نیستی دوام اندش بهت گفتم که من خودم هیچ وقت حرفامو گوش نکن چاره ای ندارم جز اینکه صبح برم تهرون پیش اکبر نه بابا این کار عاقبت خوشی نداره فرار دختر از خونه اصلا صلاح نیست میگم چطور فوراً بری کلونتری حقیقت و واسه پلیس بگی فایده چیه منو تحویل داداشم میدم بازم ببینم میدونی تهرون آدرس داداشت کجاست؟ اوه نه 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 اومدی و نسازی و رفتن تو به تهرون اصلا صلاح نیست از فکرش بی بیرون بلیلی چه خاکی به سرم بریزم؟ میخوای همینجو بمون تا داداشم بیاد ایوا اون در عروس دیگه میاد اگه همسایه ها بفهمن و به داداشم خبر بدن چی؟ روزم میگی
که واسه همینی که میگم من خولم. اصلا میدونی چیه؟ چون تو حالا خسته ای مغز من کار نمیکنه. اینجا جایی من بگی بخواب، من واسه خودم رخت خواب میندازم بغل مسترا اون طرف حیات. خیالتم خاطر جمع باشه. تو ناموس داداشمی، چپ نگاهت نمیکنم. اصلا من آهنگساز نیستم. تو هم من نگاه نکنی یا همونطوری دمرو بگی بخواب. من این حرفاتو چتم نمیره. به اربای خاک آقام هر جا که چشمم تو چشمش بیفته میخوشمش و این لکه ننگ واسه نمیره. یا خبره بنی هاشم. کجا داری میری ننه؟ چی میرم کلانتری خبر بدم. میترسم آخرش یه کاری دست خودت بگیره. نه نه تو هیچ جا نمیری. بیشی سار جا. انگار بچی ها؟ تو برو تو. کاریت نباشه. آخه چرا؟ هرچی باشه خواهرته. کاری نکن تا آخر عمر پشیمون بشی. واسه هم تو شما دوتا داداشی ها چی میخواین از جون ما؟ خبر خوشی برای تو بردم آقا میگی. اگه قول بدی بچه خانومو نکشی بهت میگم کجا. ماجرس قول چه نمیدم هیچی. اون داشت نامردتا به عذاب پیش دارم. ببینم اگه میدونی اون کجاست در این خواهد بچه ما بکش. خیلی خوب نمیگم. حرف بسا ببینم. خیلی خوب میگم. بگو ببینم بچه کجاست. بگو تا خفت بکنم. نگو میگم. هرچه نگو این خواهد بکنم. بچه مردم میدونی خطرش میکنی. حرف بسا بله کجا بهت بگم. اومدیم دواب کنی جواب شدی. تو خونه ما خوابیدی. حالا را بیا را بیا. بچه ها من نمیدونم. را بیا. بیکش ها! تو خودم داریش نداشته باشه! ماما سر جلده تو بار بیا! پاس کجاست؟ چی میدونم؟ راست کجا که من دخمی کرده حالی یه چیزی از طلب کنه! گفتم کجاست؟ این لابود وقتی داشتم میومدم بهت خبر بدم فرار کرده رفته. اگه بود که کشته بودیش. چه خوب شد که در رفت. هر روزم دیر نشده. پیداش میخورم و میخوشمش. من چی میگی میکشمش که انگار شیپیشه میخواد بکشه. آره چی رو میخوای بکشه؟ آن تو رو میکشم همون داشت نامرد تو داره رسیده شد مهدی بچی کجا؟ وار پریده بازم فرار کرده ننه. خدایا من چه گناهی کردم که این بلا رو سرم آوردی؟ ببینم سرشم چیزی بهت نگفت. مثلا چی؟ نگفت خیال داره چه کار کنم و کجا بره؟ چرا؟ اما نه نگو راستشو بگو. گفت میخواد بری تهران دنبال داداش من. خدمت اون داداش نامردتا میرسم. بذار امشب به صبح برسه. را بیفتنه. قامتی داره چادر هم ترشه چون هم داره اینجا نایمد بلیت بگیر. نه خیلی معذرت میخوام، ما داریم میریم تهران. اگه مسیرتون با ما یکیه بفرمایید سوار شین. مرسی آقا، من منتظر اتوبوسم. اتوبوسا تو گاراژ مسافر سوار میکنن نه اینجا. بفرمایید سوار شین. از بابت کرایه هم نگرانی نداشته باشین. اولا که قابلی نداره، دوما هر چی این خانوما دادن شما هم بدید. بفرمایید خانم، ما هم سفرهای بدی نیستیم. بله بفرمایید. آخه دیگه نداره، اگه تا شب هم اینجا وایسین ماشین گیرتون نمیاد. بفرمین سوار شینه. خانم یه خود اون ورتر بشینین، این خانم هم سوار شد. وجیه وجیه سب کن با اون نرو، اون هوشنگه، اون هوشنگ خوشگدر آدم بدنامیه، تو رو میبره آهنگ تو اجرا میکنه. ببینم شما تهران میرین یا جای دیگه؟ داریم میریم تهران به امید خدا عروس بشین. هر ستایی تو؟ آره. تو باز چی داری میری تهران؟ منم میرم تهران دنبال نامزدم. قراره 12 روز دیگه عروسی کنیم. به 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 چه خوب. مبارک انشالله. عروسیت ما رو دعوت میکنی؟ انشالله.
غذاش بد نیست. نارا همینجا میخوریم میریم. بیا. بفرمین تو خواهش میکنم. بچه ها باز چلو کباب موافقیم؟ آره موافق. محمد آقا پنج دست چلو کباب. آقا خیلی ازت ممنونم. خدا بچه ها تو زیاد کنی. اگه مسافری مثل خودت داشتی ما رو فراموش نکنی ها. ماشینش که اینجا خودش باز کجا باشه؟ من الان میام. پشت ساختمون دست چند. خیال کردی میتونی از چنگک من خول در ری؟ تو چرا دست از سر من بر نمیداری؟ دست از سرت بردارم که باوهر که دلت میخواد بری؟ اگه میخوای بری تهرون پیش اکبر را بیا با من بریم. اگرم میخوای بری گرد از همینجا بر میگردیم. سلامت باشی. اگه میخواستی با تو بیام نصف شبی نمیرفتی دو شامو برداری بیاری. با گفتم که من خولم. بعضی وقتا دعایی میشم. دست خودم که نیست. حالا از کجا معلومه که بینی را دعایی نشی؟ پس از همینجا تو رو بخیر. من قره نمیزنه. مرگم بده. به کی بگه بودین ده دفعه من دعاشم رو برد نگه؟ نه دعاشم نبود. چرا دروغ بگم؟ اکبر جوونه سر به را بیگه. ده دفعه خودم دهندار رو برد. باغ رفیق شجاعت. آهنگ رفیقش رو زدم. وای خدا مرگم بده. مردم رو نمیشه شناخت. آره من که بی خودی به تو دروغ نمیگم. راه بیا بریم. حالا کجا داریم میریم؟ یاد تهرون؟ یاد بخوای میریم تهرون بخوای بریم. حالا فکراتو بکن. بچه ها من الان برمیگردم. خدا کنه یه اتوبوس مفتی گیرمون بیاد. کجا داری میری دختر نانه؟ برم خود دست من ازن دیگه خوش شناخته. دختر رو خیلی بکش خوشنگ خوش گله. بیا میزنم بدگلت میکنم. چرا دریوری میگی؟ من دیدم خانم کنار جاده وایساده. سوارش کردم ببرم تهرون. مسافر منه. اون مسافری دوش منه. نمیدونم اصلا تو کی هستی. من کی هستم؟ حالا حالیت میکنم. من میگم چرا ما اونجا میزنی نومه؟ خیلی خوب باشیم. من که نمیدونم دست تو اون بریفه. بسنه تا تو راست میگیم پشت پا نهن تا حالی ببنم نوچه تایی فول میکنیم واسه این کجا اونجا اون نه 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 خوشگلی هستی زوره بزن بیاده. نفرما اگه بولیدم پارشه با آبا یا ببینم بابا تو راننده های اینجا اکبر یزدی نداریم؟ والا نه راستش داره اسمشم به گوشم نخورد. خیلی ممنون. بهش میگن اکبر یزدی. نه خیر بابا نه دختر یا سری هم به گاراژ بغلی باید اونجا باشه. باشه خیلی ممنون. ممنون خود وجیه توی؟ سلام خانم. سلام. دیروز توی از خبرهای ناراحت کننده‌ای درباره تو شنیدم. حقیقت داره؟ خدا شاهده نخانی. هرچی درباره من گفتن دروغه. من با نامزدم فقط داشتم حرف می‌زدم.
داداشم ما رو دیدی خواست منو بکشه، منم فرار کردم اومدم تهران. راستش منم باور نکردم، چون این سه سالی که تو مدرسه من درس میخوندی هیچ خطایی ازت سر نزده بود. همه این معلم ها از اخلاقت رضایت داشتن، همه تعریف تو میکردن. حالا برو کلانتری حقیقت قضیه رو به پلیس بگو. من باید فوری خودم برسونم به بیمارستان، چون میخوام بچه‌م عمل کنن، وگرنه خودم میبردم به کلانتری. من کلانتری نمیرم خانم، چون اونا منو تحویل داداشم میدن، اون وقت داداشم منو میکشه. نه اینطور نیست دختر جون، الان پلیس دایره مددکاری داره، اونا وقتی قضیه رو بفهمن تو رو میذارن در اختیار یه مددکار اجتماعی. اون مددکارم میره با داداشت حرف میزنه، حقیقت رو روشن میکنه براش. برای بچه‌م دعا کن. من زیاد وارد قضایی ها نیستم دختر جون، اما با این چند کلمه ای که از این خانم شنیدم دیدم حق با اونه. صلاح تو در اینه که بری کلانتری، برای دختری مثل تو اصلا مناسب نیست که تو خیابونا ول باشه. آخه کلانتری واسه من چی کار میکنه؟ اگه غیر از اینه که منو تحویل خونه بودم میده. خب چی بهتر از این؟ شما که نمیدونی من یه داداش بیشور و کله خر دارم که قسم خورده منو بکشه. لابد داداشت خیر و صلاح تو رو میخواد. ایوا میگم میخواد منو بکشه. شما اگه میخوای محبتی درباره من بکنی نامزدم رو پیدا کنی. بس که از صبح تا حالا دنبالش گشتم خسته شدم. راننده؟ بله راننده کامیونه. اتفاقا منم خودم یه وقتی گاراژدار بودم. اسمشو بگو شاید بشناسن. اسمش اکبره. اکبر؟ نکنه همون اکبر میگی که اهل یزده؟ آره بهش میگن اکبر یزدی. ده پس چرا از اول نگفتی بابا جون؟ ما زندگی ها با اکبر جون داشتیم، پس هی نام زدم میکنه تویی. بله. خب پای هم پیرشینه انشاءالله. اتفاقا همین دیروز واسم از تو تعریف. قرار بودیم سفر خرید بکنیم. آره دیروز رفته بودیم خرید عروسی که از تو تعریف. دیگه چه چیزای خوشگلی هم واسه خریدیم باید بیای ببینیم. مرسی. دروغ نگفته باشم الان اکبر آقا خونه است. پاشو بریم. پاشو دختر. مگه اینجا خونه هم داره؟ آره تو خونه ما یه اتاق گرفته که وقتی میاد تهران سرش به بالین خودش باشه. اینجا فامیلم داره. میدونم، گفت که خالش اینجا. بلند شو بریم بابا جون. شانس آوردی که خوردی به طول من. خدایا هر کی تو این شهر بیرحم گم شده ای داره خودت کمک کن. بریم. سلام علیکم. سلام. غریبه نیست نومزده اکبر آقا؟ تفلکی عیز پاشده اومده دنبال نومزدش. خداییش بود که به پست من خورد، بلا سرگردون میمون. ببین دختر جون این اتاق منه، اونم اتاق نومزده. فکر میکنم خواب باشه. همین پیش پای شما رفتن بیرون، تو کوچه ندیدینه؟ نه ندیدیمش. لابد سوار تاکسی شده، دیگه رفت تا شب بیاد. آخه دیروز خرید عروسی تموم نشده بود، اون که به چیز کم قانع نیست، دلش میخواد تموم بازار تهران رو واسه بار کنه. اونم که کار یه روز و دو روز نیست. ایوا آره خودش هم گفت میرم خرید عروسی و عجب هوشی دارم من. دختر جون تو اصلا ناراحت نباش، همینجا بمون تا برگردی. آخه مزاحم شما نیشم خانم. ایوا چه حرفا؟ مزاحم چیه؟ منزل خودته. خانم صابخونه ما، خدا حفظشون کنه، واقعا زن مهربونی. برو استراحت کن، تو خیلی خسته. منم میرم اکبر رو پیدا کنم و ورش دارم بیارمش اینجا. دیگه جون شما و جون نومزده اکبر آقا. خیالت راحت باشه، جای دختر خودم. خب عزت شما زیاد، اینجا رو خونه خودت بدون دختر. بیا دختر جون بیا. ناراحت نباش، هر چی باشه بالاخره تو شب پیداش میشه. کجا؟ میرم در رو باز کنم. نه اکرم تو حیات در رو باز میکنه. وایسا یهو تو رو ببینه ذوق زده بشه. تو هنوز بچه ای، زن که نباید پیشواز مرد بره. خودتو ارزون نفروش، زرنگ باش. خانم اجازه هم؟ بگو بفرما. بفرما. یا الله
سلام علیکم. سلام علیکم. دست خالی برگشتی؟ والا اکبر آقا که رفته خورده به پست رفقاش بردنش کنار دریا. حالا این که قصه ای نداره، فردا بر میگردن. اما کار از جای دیگه پیدا کرده. چطور مگه؟ بابا جون چرا حقیقتشو به من نگفتی؟ عکستو به اسم دختر فراری تو روزنامه ها چاپ کردن. حتما کاری داداشم. بله باید اینو به من میگفتی. حالا دیگه مثل گاو پیشونی سفید انگشت‌نمایی. دیر یا زود پلیس دستگیرت میکنه. خدا مرگم بده. حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ این که دیگه عزا نداره. بیا بریم کلانتری خودتو معرفی کن. نه من کلانتری نمیام. اونا منو تحویل داداشم میدن. چرا دختر جون؟ خودت بری بهتر از اینه که دستگیرت کنن. ما تو همین خونه یه مستاجر. امشب هم شب راحتیشه. خب اگه بینو بشناسی تحویلت میده دیگه. خانم جون من به شما پناه. پیش کنین ثواب داره. بله من که حرفی ندارم. اگه پای پاسبان و کلانتری در میون نبود تا وقتی که نامزدت بیاد من پیش خودم نگرت میدم. باقا آبجی میدیگه شلوغه تو زبقت نخوره. بعضی شبا خواهرزادم رفقاشو دعوت میکنه و بزنه به کوب را میندازه. امشبم از همون شباست. اما خیالت راحت باشه کسی با تو کاری نداره. ببینیم جون هرچی مرده باره بالا. باره بالا خیته باره بالا بابا بس بس ببینم بچه خانوم چرا وسط جاده گذاشتی رفتی؟ من دیشب عروس شدم. اگه تو هم بودی مثل من عروس شده بودی. ببین مامان واسم چی خریده. مامان اینقدر مهربونه، اینقدر چیز میز واسه آدم میخره که نگو. بریم دختر جون گوش به حرف اینا نده. رو بریم. من نمیام. خیلی خوب یه فکر بریم پیش خواهرم بعد برگردیم خونه. سلامتی. تنها که نمیتونی برگردی. دمی دم سرای خواهرامو ندیدی. بریم. بریم دیگه. عشقت چی آورده با خودش باقش آبادشه؟ قدم به اون پرستو دارن میرن تو پستو. یادت باشه مامان که برگشت بگم اینو واسه من نگه داره. این حالا تازه اومده تا رام بشه کلی وقت لازم. خودم رامش میکنم. خانم اینجا چه جور جاییه؟ خوب فهمیدی اینجا همونجا؟ نه نه من نمیخوام. من میخوام برم پیش مادرم. من مادرمو میخوام. خیلی خوب الان با یکی میفرستمت بری کلانتری که خیال جفتمون راحت بشه. کلانتری هم تا رو میفرسته پیش مادره. اون پیرزن بیچارم از دلواپسی در میاد. خب نظرت چیه؟ نه نه کلانتری نه. منو برگردونی شهر خودم میرم پیش مادرم. خیلی خوب حالا بریم بالا بعدم خودم برات میگردونم شهر. این اتاق خودم میدمش به تو. درشم از پشت وسط میبندم که نتونی بری بیرون. اینم بدون تا وقتی که اینجا هستی هیچ مردی نمیتونه مزاحمت بشه. چه خودی چه بیگونه فرقی نمیکنه. اما وای به حالت اگه پاتو بذاری بیرون. دیگه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خوابه خوابه خواسته به مشواردگی نزن. من گارگ بارون دیدم. هر دختری شب اول که وارد اینجا میشه مثل تو یه چشش عشق و یه چشش خون. اما بعد از چند وقت گرشماری از آب در میاد. بیا رو ببین. سلام مامان. سلام. کجا داری میری؟ میرم توالتم عوض. لازم نکرده. یه شاگرد تازه آوردیم خیلی نازک داره اینجیه. میخوام بسپارمش دست تو که نرمش کنی. مامان به خدا دیگه این کار از دست من ساخته نیست. خود تو لوسکان من این کار از تو میخوام. برو باش دوست شو دلشو به دست بیار که از تو حرف شنوی داشته باشه. به اسم عزیف هم صداش کن که عادت بکنه. باره بینم چه گالی به سرت میزنی. چشم مامان. طفل معصوم غریب ظاهر کدوم خدا نشناسی خوردی که پات به این کثافت خونه باز شد؟ اشتباه چی بود؟ چه خطایی ازت سر زد که محکومت کردن مثل من بیفتی تو این لجنزار؟
نه نه دیگه گریه زاری فایده ای نداره. من و تو از روز اول باید چش و گوشمونو درست باز میکردیم و گول نمیخوردیم. پاشو پاشو واسه هم درد دل کنیم، بلکه غم و غصه‌مون کمتر بشه. پاشو جون پاشو. مرا میشناسی؟ بله خانم. بالاخره روزگار تقاص منو از اون گرفت. بالاخره میتی مکافاتشو پس داد. آره راست میگن که خدا جای حق نشسته. الهی شکرت شکر. حالا کجاست اون برادر نامردت؟ کجاست که منو تو رو با هم تو یه فایشه خونه ببینه؟ دلم میخواد اون لحظه ای که ناموسشو زیر دست و پای مرد و نامرد میبینه و عرق شرم به پیشونش میشینه توف کنم تو صورتش. میفهمی؟ توف! خانم به خدا منم از اون دل خوشی ندارم. اگه راستشو بخوای این خاک اون به سر من ریخت. نه جونم نه، این خاک روزگار به سر میتی ریخ که بفهمه دنیا داره مکافاته. آره جونم میتی باید پاشو بخوره، باید تقاص خون بابایی منو پس بده. فقط خدا کنه یه جور غیرت داشته باشه که وقتی داغ ننگو به پیشونی خواهرش دید مثل بابای بیگناه من دق مرگ بشه. بیا دختر جون بیا بشین شامتو بخور. آها بس دیگه آب غوره نگیر، تو دیگه رای برگشت نداری. اینجا هم که بری باس بری گوشه خیاب. آخه نگاه من اسفندی هم داره وسط عشق میریزه. عزا چه عزایی که مردشور هم داره گریه میکنه. تو چرا اینجا وایسادی بدبخت سیفلیسی؟ مگه کار و زندگی نداری؟ برو دنبال کارت. چشم خانم. ساعت دیگه میتونیم را بیافتیم؟ البته استاد. بله خب اینا رو ببر بذار تو ماشین یختم بجام، شاید بتونیم زودتر حرکت کنیم. بوده جونم بذارشون رو صندلی. بروی چشم حسن بیا آقا اون هم مردن تو بیا بجام صرف به من گشاد نکنه. چشم. سلام اکبر. سلام از ما. آچار رینگ داری؟ آره حسن آچار رینگ رو بیار بده هیدر خان. خب شما هم که بار زدین و حاضرین. آره الان دیگه را میفتم. کجا به سلامتی؟ به امید خدا میرم کرمان. اه پس شانس با منه، برگشتن تو یزد منتظرم باشی، یه کار واجبی باید دارم. خیلی ایشالله. آره اگه خدا بخواد میخوام قاطی مرغا بشه. به به مبارک ایشالله، تبریک عرض میکنم. ما مدت ها بود انتظار یه همچین روزی رو میکشیدیم. قربون شما. زنده باشی. خب از دست ما چه کاری ساخته؟ والا میخوام در حقم برادری بفرمایین و یه دختری رو واسم خواستگاری کنین. البته خالم و شوهر خالم هم اصلی با اتوبوس حرکت میکنن، اما بی شما صفا نداره. رو چشم با کمال میل خدمت میرسم. کی باشه از شما بهتر اکبر آقا؟ سه شما کم نشه. خب به سلامتی کیو در نظر گرفتی؟ اگه بشناسین خواهر مهتی بلنده. مگه مهتی بلنده چند تا آبجی داره؟ فقط یکی، انگار نهیدینش. والا چی بگم، خیال نکنم دختر لغمه تو باشه. چطور میگه؟ راستش چند روز پیش تو ماشین گوشن خوشگله دیدمش. آره بعدنم از اسمال آقا آق فتولا شنفتم که چند روز پیش دختر جن بالا آورده و فراری شده. الانم بوشنگ اومده تهرون. با این حال منو ببخش که اینجور تو زوقت زدم، نخواستم کلا سرت بره. شوخی بردار که نیست، زنه آدم میخواد یه اون باز زندگی کنه، نمیشه همطور دست هر دختری گرفت آورده. آره درست میفرمایی. با این حال هر وقت فرمایشی داشتین در کوچیکی حاضرم، هر کاری داشته باشی برات انجام میدم. عزت زیاد. بسه چرا اینجوری شد؟ من چند بار دیده بودم دختر خیلی به شما اظهار دوستی میکرد. دوستی خاله خرسه همینه دیگه. به من نیومده که فضولی کنم، اما دندونه بعد واسه کشید و انداخت دور.
باز اگه با یه آدم حسابی فرار میکرد آدم کمتر دلش میسوخ، اما کسی که هوشنگ خوشگله رو به شما ترجیح بده مستحق مرگه. بالا اگه دیگرون بودن دست میکردن به چاقو جفتشون رو میکشتن. حالا خداییشی که شما عاقلین. خیال راحت باشه، منم زیاد عاقل نیستم. خیال دارین چیکار کنیم نیستم؟ دیدم خاموش شدم. حالا تصور میکنی کجا رفته باشه؟ والا به من چیزی نگو، اما خیال میکنم رفته سراغ هوشنگ خوشگله و نومزدش. چی میگی؟ جون تو آخه شنفته که نومزدش با هوشنگ خوشگله فرار کرده. نه بابا، هر کی گفته غلط کرده. من باز ببینمش از اشتباه درش بیارم. دیروزم واسه همین از جد اومدم تهرون، دو ساعتم تو همین گاراژ صاحب برده علاف بودم اما پیداش نکردم. ببینم این کارو میکنم خفت میکنم. چی شده اکبر جون؟ مگه زده به سره؟ کجاست دختری که توی یز قارش زده؟ اشتباه میکنی اکبر جون، من کجا دختر قار زدم؟ اصلا نمیدونم تو چی میگی. گفتم کجاست وجیه ها رو میگم، خوی تو به کوچه آلی چپ نزم فساد. چون خودت اشتباه میکنی، من اصلا 6 ماه مسافرت نرفتم. باور کن راست میگم. راستی که نمیخوای چیزی بگی، ولی من از خول خوبت حرف در میارم. جلگو میگی یا نه؟ خیلی خوب باشه، بهت میگم کجاست. بهت میگم کجاست؟ کی کجا؟ لفتش نده با آزیتا رو میکنه. آقا رو فرستدن دیگه. آره درسته، به مام تلفن کردم. پاشو دختره. آره جونم. ششم دختری که هوشنگ از یزد با خودش آورده کجاست؟ نمیدونم. من یه کاری میکنم که تو بدو. بگو وگرنه خفت میکنم. بله خب میگم اما تو رو خدا از من نشنفته بگیر. اگه بفهمم من چیزی گفتم گیرم اون قطع میکنم. الان کجا میشه پیداش کرد؟ اونجا روزا تعطیله. من امشب ساعتی 11 دستش میذارم تو دستت. آقا نعمت بحلا وره که آقا مهدی دفع آوردین و کرتم تخت جمالت لفو. جمالت عشق بابا، خیلی وقت ندیدیم. پارسال دوست، امسال آشنا. بالا راستش تهرون نبودم، آخه مدتی تو خط جنوب کار میکنم. حالا بریم بالا یه لبی تر کنیم. نه قربونت، بلد میکنم تو نمیری. امروز حالی حرفا رو ندارم، فقط واسه این اومدم پیشت که ببینم تو شوفرها کسی رو به اسم اکبر یزدی میشناسی. اکبر یزدی؟ اکبر یزدی؟ یزدی اکبر. آها فهمیدم، امشب میریم سر وقت هوشنگ خوشگله، هم فاره و هم تماشا. سراغ هوشنگ واسه چی؟ بابا جمالت و گلبارون کجای کاری نا کرتم، سراغ تموم اراذل و باشی مثل خودمونو باز از هوشنگ خوشگله گره. بیا خودتو بپوشون سرما نخورید. Thank you.
میشناسیش آقا مهدی؟ این همه را منو اووردی که اینو نشونم بدی؟ نه تو نمیری، این که قابل نیست، اصلا برای خودت نیار که سابقه ای باش داشتی. بعضی آدم ها فقط واسه این جور جاد ساخته شدن. بزدنم اونجا رو بیایی سمه دیگه. مشکوشن چه حالی داری میکنه با عشقش؟ حوشن خان، یه تک با الان بردیم آچارتن. سلام علیکم، خوش اومدین. آقا مهدی از رفقای نیکم. ارادت دارم خدمت شما. باشه. ببینم خبری از اکبر یزدی نه نوزورش بالا نه. پس جاشه که بهتون مژده بدم. صبر کنین. شاهاب اینجا. سلام علیکم. سلام علیکم. خب شاهاب واسه آقایون بگو چه بلایی سر اکبر یزدی آوردی. بله. اگه کارش به بهش زهر رو نکشیده باشه الان تو مریض خونه هست. پس لازمه بهتون بگم که دولتی سرتون امروز برای بچه ها زدن لط و پارش کردن. تازه خبر نداشتن که شما هم خورده حساب دارین و الا از بابت شما هم میزدن. ناکرتی بابا حالا هم طوری نشده. اگه بخواین تو یه چشم هم زدن دستشو میذارم تو دستتون. اگه این کارو بکنی تو نمیری مایتیله حسابی داری بشه. بس با اجازه نوکره. برای بینم چیکار میکنی؟ خب ببینم حالا چرا وایسادیم بریم بشینیم یه گلوی تازه کنیم. نه من امشب حال و سری این تنه کفن کردی بریم آقا مهدی. بفرما بفرما تو نمیری شها بچه زرنگیه تو جمع. چی نجده جون چی شده؟ فنای بزرگ نوش باید دا آقا مهدی حق دست کنم یه توی پا بیا عبدستی. این آقا مهدی ما یه وقتی خدمتی به ما کرده ما میخوایم تلافی کنیم. از دست من چه کاری ساخته است؟ اون دخمنه رو که سه شب پیش با خودت آوردی. هان عزیزتره میگی؟ آره میخوام بناگوش بیار جلو درست کنی واسه این رفیقم. قیمتش هم هرچی باشه میدم تو نمیری قنده. برنامه پخت و پز ترتیبش بده. اون گرون در میاد. باز شما که نداریم با تو هم که این حرفا رو نداریم. تو هم که با ما این حرفا رو نداریم. باره بیرم چیکار میکنی جمال تو. چه خبرته؟ با سر شب شد ما آمدیم سند از سشه پول از دست مردم بگیریم. داری آبگوره میگیری واسه من؟ نه خانم چیزی نیست. اگه مشتری هست من حاضر. آزیتا رو پاختی؟ واسهش مشتری اومده. آره دختر جون به هر قیمتی که شده سعی کن از اینجا فرار کنی. اگه خدایی نکرده موندگار بشی آخر عاقبتت به حال روز من میفته. نگام کن حالا هر کی منو میبینه باید کفاره بده. منم یه وقتی مثل تو جوون بودم خوشگل بودم هزار تا عاشق داشتم هزار جور امید و آرزو تو این دل سپردم. ولی سر و کارم به این جور جاهای کشیده شد و هزار جور درد و مرض به جونم افتاد. دختر جون اگه یه وقت واسه مشتری فرستادن مبادا تسلیم بشی ها. همون بهتر که خودکشی کنی و تسلیم. بله بله حالا دیگه ننه پیری کارش به جایی رسیده که دخترها رو تحریک میکنه. اگه مامان بفهمه میدونی چی به روزت میاره ها؟ نایره خانم جون قربون شکل ماهت برم. الان آدم از دختری مثل تو انتظار نداره این حرفا رو بشنوه. چرا اینقدر سنگ مامانو به سینه میزنی؟ تو خودت هم جیگرت خونه مگه اینطور نیست؟ به تو مربوط نیست سیفه. گام شو برو بیرون یلا. خودتو حاضر کن. با سرت یه مشتری رسیده. نه من نمیذارم کسی بیاد اینجا. من نمیذارم کسی بهم دست بزنه. نمیذارم. وا تو غلط میکنی مگه اختیارت دست خودته؟ زود باش سر وسط مرتب کن. نخه انگار تو زبون خوش حالیت نمیشه. اگه نجنبی میگم مامان چند تا گردن کلوف بفرسته بالا که حسابی کتکت بزنن. نه یرو خانم جون از خدا بترس. بس دیگه حوصله‌مو سر بردی. نکنه سرت به تنت زیادی کرده. اصلا تو چی میخوای پیرسک؟ برو خودت خواب کن. خب بالاخره تکون میخوری یا با تو سری حاضرت کنم ها؟ خانم جون خدا آخر عاقبتتون رو به خیر کنه. من اینجا غیر از شما کسی رو ندارم. اجازه ندین من بی آبرو بشم. به من رحم کنین خانم. مگه برادر تو به من رحم کرد؟ مگه به ازو التماسای من اهمیت داشت؟ آخه کار برادر من به من چه ربطی داره؟ سفارش کنیم به گریهش اهمیت نده. خیلی خوب. مامان معذرت میخوام. کیو واسش در نظر گرفتی؟ اونه هاش اونجا نشستن. اونه؟ آره مگه چیه؟
مامان این بی سر و پا لیاقت دختره رو ندارن. بی سر و پاشون چی کار داری؟ قصاب جماعت پول خرج کنه. اون وقتی که قصاب جماعت پول خرج میکرد گوشت یخ زده نشده بود. دست نگردار مامان، من واسهش مشتری پولداری زیر سر گذاشتم. میگم فردا شب بیاد اینجا. سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است جونم. مشتری پولدار واسه خودت نگردار. حاضره. هر وقت عشقتون کشید میتونیم بریم بالا. بطرتی آقا متی پاشو. چیه؟ لغمه گرفتی واسه ما؟ خیلی آجر یه جون مامان جونم اینا. من امشب حال و حوصله این حرفا رو ندارم. من واسه برنامه دیگه اومدم اینجا. من دست خودته به زور میبرم تو نمیری. میخوام امشب جبرون همه خوبیاتو بکنم. دخمنه مثل یه دست گل بمونه. بکن بابا. بذار تا این پنج سیر رو در بیاریم تا بعد. سلام. این زیر زمین یه را پله داره که میخوری به پشت اتاق آزیتا. شما برو تو زیر زمین منظر من باش تا من برم از سمت ساختمون در را پله رو واسه تون وا کنم. زیاد معطلم نکنی. چش. آمدی بفرمان بارمان. آقای مهد، آقای مهد، مشتلق بده. چی شده؟ بیمایه فتیره جون شما. اینم مایش بنار بینار جون. کسی که دنبالش میگشتین با هزار زحمت پیداش کردم آوردمش اینجا. الانم تو زیر زمینه اکبر یاسی رو. آره تو نتونه میری مرگ من سرصدا راننده زین. بذار من برم باش گردگیری کنم. آخه با شما افت داره. نه تو برو تو به عشقت برس، من خودم میتونم با اون نامرد. نعمت رو کفن کرده برس بده. خصوصی نعمت، برو به عشقت برس دیگه. بابا صد تا این عشقا فدا یه تاره مد تو نمیری، باید پا کنار. ختمش کن، گفتم برو به کارت برس. آخه این نالوتی جریه داری ناراحت هم میکنی جون خودت، برو به عشقت برس. چشم بابا. عجب عجب و صفایتونم. به به سلام علیکم. این دفعه دیگه واقعا دست ننم درد نکنه با این عروس آوردنش. مینیم چه پوشیدی؟ نه نه تو رو خدا به من دست نزن. تو رو خدا به من دست نزن. ناراحت دخمن ما دست خامل بشین. آجوا خیلی نامردی به مولا، خیلی نامردی. باز چی؟ حالا نشون بیلا باسه چی ها؟ معلوم شد ما واسه چی هم دیگه رو میزنیم؟ من واسه رو به نامردی میزنم. بالاخره این کارم میکنم واسه این که تو خیلی نامردی. آخه چه نامردی در حقت کردم؟ چه نامردی بالاتر از این که باعث شدی آبجیم فرار کنه؟ به تو اشتباه میکنی.
من میخواستم با آبجیت عروسی کنم. نایره نجاتم بده. من همیشه آرزو داشتم یه روزی داداشت مثل گنجش تو چنگم اسیر بشه تا هر بلایی که دلم میخواد سرش بیارم. اما تو چه گناهی کردی فرشته ای معصوم؟ خودتو بپوشون. نعمت چی شده؟ نعمت چی شده؟ والا نمیدونم. قبل از اینکه کام بگیرم نهیره با باسی زد تو سرم. آخه باز چی؟ نمیدونم. من میدونم. حق باز بخواست دختره رو ببره واسه یه مشتری پول دار. آخرم کار خودشو کرد. شما هیچ ناراحت نباشین. الان زخمشو میبندم. برم دوا بیارم. نواز یا دور شده باشم. تا زخمتو ببندم ما برگشتیم. باشه. آچه. بینه من بابا تو. شما. بده بینی. بفرما. پیداشون نکردی؟ نه آقا انگار آب شدن افتاد. مرا میکشو من نه او مرد نه او نوچی طرف برید. شما هم از اون طرف دختره رو بیا برو نکرده کمک کنی. لازم نکرده خود شیرینی کنی. نمک نش داد اونا فرار کردن. خدای شکر بیافتین جلو. خدای شکر. کجا آخوشم خدا خدا میبخشینا را بیا تو نمی خوش میدم و تمامیت مردانگی هم رابطه ای کاش نمی بخشی. مگه از سر شب تاله چیزی از تو ندید؟ آره جون به جون شلوار هم بپشم سرکار. بارو جلا یلا چه غلط کردی؟ دیگه کسی نیست قربان. خیلی خب را بیافتید زودتر بجمید. خدا منو زلیل کنه. شکاکی تو سرم شد. آبرو چندین سالم رفت. درش باشی. همین کارم میکنم. خیالتون راحت باشه خانم جون. مطمئن باشی. اگه یه بلایی سر من اومد و نتونستم برگردم با ننه برو یست. اگه به دست برادرت کشته بشی بهتر از اینه که به روز من بیافتی.
خدا مواظبش باش. خانم شما دیشب تا صبح نخوابیدین، بیاین اقلا یکم استراحت کنین. نه وجه نه، ما بد جوری تو خطریم، وقت رو نباید تلف کنیم. من باید همین امروز نامزد تو پیدا کنم. خداحافظ. ای روزگا، اینم خونه مامان جونم. اینا بیان تو بچه ها صفا، بیان یه گلوی تازه کنی، خستگیتون دره. من باز برم گاراژ یه شوفر پیدا کنم کامیونمو بفرستم بره، چون الان دو روز بار زدم هنوز نتونستم برم. منم میرم چند جا سر بزنم، شاید بتونم بچه رو پیداش کنم. بابا جمالت گلبارون، این حرفا چیه؟ شما خیلی خسته آقا مهدی، بیا توی خونه استراحت کن تا آقا اکبر برگرده، اون وقت ستایی بریم دنبالش. بیا بیا ناراحت نباش، شده تمام ترون زیر پا بزنی پیداش میکنیم تو نمیری. راست میگه، پس منتظر من باشین تا برگردم. از دست میام تو برم. آقا مهدی چرا سر زدش بزن تو. خیلی یادت نره ها. مطمئن باشی. حسنی سلام علیکم استاد. علیکم. اون خانوم تو با شما کاراش دیدین؟ کدوم خانوم؟ این طرف را او؟ اوناش تاکسی. یه آدرس هم داد بدم به شما. آبشار سویشتو بریم یه هاچی؟ بفرما. همین که باشه الان بر میکردم. بینه باز گذاش کجا رو؟ چه رو دامال یه خانوم؟ خانوم این آدیس همال همون خانومه. یه خودی بخون تا من یاد بگیرم. آبشار دست شب کجا سوا منزل آج دمیزون. آبشار؟ آره. کیه؟ سلام پیداش کردی؟ خودشو نوری جاش گیر آورده. با چی کار داری؟ آره چنان بینم. خونه مردم چی کار داری؟ آره بینم بابا. بچیه کجاست؟ تو کی هستی؟ گفتم بچیه کجاست بگو وگرنه خفت میکنم. پاش بزن. توی اکبر جون سلام. آنکی به کسا بیشه. چرا میزنی؟ چرا میزنم؟ اگه من چی کار کردم؟ چرا میزنی شاخو جون؟ چرا میزنی؟ 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 بابت تو هم میرسه تا حواس نکنی واسه دخترای مردم مشتری پوچار دست بابا تو کنی. داری اشتباه میکنی آقا جون. با همین دست خود خفت میکنم. این کسی چه میکنم؟ اکبر این رو هم میکنم. این همین گوش کن تو عوضی فهمیدی بعد از رفتن تو مهدی میخواد بچی رو بکشه. نه مکروش رو از خونه چون فرار کنه و دنبال تو بیاد کیلون. هرچی گفته با هوشنگ خوشگله فرار کرده دروغ گفته. بچیه اصلا هوشنگ رو نمیشنا. اون نامرد میخواست گولش بزنی بیارتش درون که من رسیدم و نجاتش دادم. برگاهی خوش ننمون قسم این حقیقت رو گفتم. بیری ببین بیچاره رو به چه روزی انداختی. ببینم اگه حرفای ماشاءالله درسته از تو باغ اقدس چی کار میکردی؟ من که آدرس تو رو بلد نبودم، صد تا گاراژ رفتم. یه پیره مرد حقه باز گودم صد و گفت خونه نامزد تو بلدم، اما منو برد پیش اقدس خانم. گریه نکن دختر، حالا چیزی نشده، نامزدت صحیح و سالم دستت سپرده. اگه این خانم به من کمک نمی کرد خدا میدونه چه بلای سرم می آمد. ما باید از این ممنون باشیم، اون منو نجات داد. نمیدونم با چه زبونی ازت معذرت بخوام، من واقعا شرمنده ام. امیدوارم منو ببخشی که بهتون توهین کردم. نه تو هم تقصیری نداری. امیدوارم به پای هم پیر شی. من باز برم دعاشتو از اشتباه در بیارم. اون فکر میکنه این تو رو برای یه مشتری پول دار. نه شما پیش نامزدت بمون، من میرم داداششو از اشتباه در میارم.
فقط بگو کجاست. خونه نعمت قصابه. تو اونجا رو بلد نیستی. چرا؟ اتفاقا اونجا رو خیلی خوب بلد. خدا حافظ. سلامه ایدو جون. بجی جون، قولیو که به من دادی یادت نرفته؟ نه خاطر جمع باش. بچه ها بیاین تو، براتون چایی درست. چشم ننه. موضوع قول چی بود؟ قول دادم که خودمو به داداشم نشون ندم تا وقتی که اون اجازه بده. منظورش از این کار چیه؟ میخواد داداشمو زجر بده، میخواد منو بهانه کنه و تقاصشو بگیره. ما یه خورده حسابی با هم دارن. آره، کسی که اخبالش کرده و باعث شده که سر کارش به اونجور جاها بیفته داداشمه. ای نالودی بگو نامردو نترس. بعد کاری کردیم گذاشتیم تنه بره، داشت زخمیه، میترسم بلایی سرش بیاره. بیبرین یالا. نه من به اون قول دادم اکبر. این کار شوخی بردار نیست، یه وقت به قیمت جونش تموم میشه. برو چادرتو من سرت بریم. برو. خلاصه بعد جوری زدی تو سرم، فکر میکنم مست بوده. حالا موضوع به سر خودت باش. باجی کجاست؟ بعد از اون شب لعنتی که لکه ننگ تو دامن من گذاشتی و منو به این روز سیاه انداختی، یه دفعه پرسیدی من کجا؟ گفتم بچی کجاست؟ فکر میکردم دیشب که فهمیدی خواهرت تو نجیب خونه است، دق مرگ شدی. همونجور که بابای بیچاره من دق مرگ شد. اما یه جو غیرت اون به تن تو نیست. به من جواب سر بلند نده نگیره. این دری بریای تو هیچی رو عوض نمیکنه. به جای مزخرفات از بچی حرف بزن. چرا نمیذاری از خودم حرف بزنم؟ از اون روزایی برات حرف بزنم که عزادار بابام بودم و یه روز اومدم تو همین خونه دنبالت. اما این رفیق نامردت رفتاری با من کرد که الانم که یه زن هر جایی هستم از گفتن شرم دارم. اگه تو منو سکه یه پول نکرده بودی، این سگه کی بود که بتونه اون بلا رو سر من بیاره و منو به این روز سیاه بندازه؟ نمیخواد حرف بزن. برای سر آبتیم اومده؟ چه بلاها که از دست تو به سر من نیومده. دوست و آشنا و فامیل منو از خودشون روندن. حیثیت و آبروم رفت. زندگی من زندگی یه سگ بدتر شد. براخره میگی آبتیم کجاست؟ تو کجا بودی اون روزایی که من به وجودت احتیاج داشتم؟ اون شبایی که تا صبح گریه میکردم و مثل ابر بهار عشق میدیخت خونه ها نمیافتاد. آخه به تو هم میشه گفت نه؟ خواف بخون بگی کسافت هر جایی. مرمکی شما کتا بیا. اصلا تو چه میخوای بابا؟ اینجا برو بیرم از دکار ما برده. به خدا وندیه خدا اگه نگه آبجیم کجاست مثل یه سک میکشمت. تو همون شبی که اون بلا رو سر من آوردی منو کشتی. همون وقتی که گفتی میای خواستگاری اما خودتو تو حبس و لاقایم کردی منو کشتی. تو همون روزی که باعث نابودی بابای من شدی منو کشتی. پس منتظر چی هستی؟ اگه غیرتشو داری بزن خلاصم کن. اگه پشیمون میشی تو خواهرت هنوز تو چنگ من. کاری میکنم که تا عمر داری تو این فایش خونه تو اون فایش خونه دنبالش بگردی. اونو به حال و روز خودم میندازم که هر ساعت از بغل یکی در بیاد و بره تو بغل یکی دیگه. کاری میکنم که مجبور بشی ناموس تو از زیر دست و پای هر مرد و نامردی. تو خونه من نه. این کاری که من از کافه کسا بدکاری دارم تبکت یا تره. آرا کنار به زندگی پس ساتل چی هستی؟ لفتا آمتی چی کاری کردی با بابا؟ حالا دیگه بهش میگم بچی کجا. من اونو به سر و سامون بزوندم. اونو خواهرت الان سعی و سالم پیش نامزش نزوشتم دست هیچ مردی بهش برسه. دست رو بذار روش تو من دکتر محتوی خبر کنم و محتوی باش. پس چرا وادارم کردی؟ میرم دکتر خبر. تا دکتر بیاد اون دست میره باید خودش برسونی دکتر. ای دکتر چرا این بلا رو به سرش آوردی؟ چرا این فرشته ای معصوم رو به این روز انداختی؟ حالا چرا معطلی بلندش کن ببرمش دکتر؟ ماشین من سر کوچه است. من میرم میرمش. بجو میتی شاید باور نکنی
اما هنوز دوست دارم، همیشه دوست داشتم، همیشه امیدوار بودم که شاید یه روزی برگردی پیشم. فقط همین امید بود که منو زنده نگه می‌داشت، همین آرزو مانع می‌شد که خودم رو سر به نیست کنم. آخ سردم میتی بغلم کن، از روزی که از من جدا شدی همیشه سردمه. اکبر جون تو دار طاقت داشته باش. میتی کار دنیا خیلی خنده داره، آرزو یادم هیچ وقت تموم نمیشه. من همیشه آرزو داشتم که وقتی میخوام بمیرم تو بغل تو بمیرم. رسیدم، دلم میخواد زنده بمونم، دلم میخواد پیش تو باشم. بید نه یه تو زنده بمونی، امیدوارم به خدا که زنده بمونی. شیشه ها رو بکش بالا، من سردمه. همه شیشه ها بالا هست. پس چرا من گرم نمیشم؟ انگار رفتنیم. حرفا چی؟ اکبر جون دوتر. ولی خب مهم نیست، فقط ناراحتی میده که کسی نیست آب تو به سرم بریزه، کسی نیست یه قاشق آب به تربت بریزه تو دهنم. آخ دارم دارم بدنام از دنیا میرم. گوش کن چی میگم. خودم میدونم، من رفتم. آسمان موقت تموم شد، میتونید پیشش باشید تا اتاق عمل حاضر شد. امیدی هست دکتر؟ هیچ وقت ناامید نباشید جناب. براش دعا کنید. بیاید. ببخشید، خبر دادن که یه زخمی اینجاست. دست چپ اتاق چهارم. ممنونم. ناراحت نباشید، الان اتاق عمل حاضر میشه. دارم میمیرم. یه خود طاقت بیارید، طاقت داشته باشید. میبخشید، اومدم برای تحقیق. نه من از کسی شکایت ندارم سرکار. من خیال خودکشی داشتم، اینا نجاتم دادن. نه اینطور نیست. چرا؟ تو من امروز خورد کرد، دیگه بیشتر از این خجالتم نداری. سرکار من زدمش، حالا هم در اختیار شما. دروغ میگه، من حاضرم نوشته بدم که اون منو نزده. بسیار خوب، مانعی نداره خانم، هرچی میخوایی مرغم بفرمایید. رئیس بیمارستان هم امضای شما رو تصدیق کنه که اشکال قانونی نداشته باشه. بفرمایید بفرمایید بفرم تو آقا. بفکنا بفرم آقا، بفرم تو. زنده باشی اکبر. یا الله چکره تمام اتی. بفرم ببخشید برادر. قرون دستت، زودتر دفتر دستک رو بازش کن. فقط خواهش میکنم عجله کن. شهود حاضرن؟ آره منو داشتم شهود میشیم، جفت اونم اقرس هستیم. با در نظر گرفتن موقعیت زوجه خطبه عقد خوانده میشود، اما مراحل قانونی پس از عقد و مشاهده مدارک لازم طی خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم نیری جلالی
به این جانب وکالت میدهند که ایشان را به عقد دائم آقای مهدی سازگار در بیاورم. هرچند رسمی عروس اول بگه بله، ولی من چون عمری ازم باقی نبود. بله مبارک هست انشاءالله. اکبر اون حلقه رو بده. بفرما آمدی. تو دیگه بعد دو میسی. اتاق عمل حاضر، اجازه عملو که امضا. بله شوهر خانم بفرمایید. متشکرم. بیایید قربون دست. کمک قربتی ها آمدند، قربتی ها آمدند و به کینه های کهنه جان دادند. قاتل آدم کش یه منم با کش. قبل از آن که آنان از آن سوی افق پدیدار شوند، زندگی در این شهر کوچک آرامش همیشگی خود را داشت و دوستی لحظات شیرین و هیجان زایش را. ای که دست بزن داری منو بزن، همین حالا فعلا تمومش کن. چی داره اینی که تو رو بزنم؟ تو این دیار فقط تو جلو دار منی. لیکن با ورود آنان، با ورود قربتی ها، همه چیز تغییر کرد. چجوری؟ چند تایی کلکشو میکنیم. کی؟ با ورود قربتی ها حادثه آمد. این بلا میبونی، این بلا نازل شدی، باعث مرگ و میر شدی، زندگی من از هم پاشوندی، حالا نوبت این یکیه. آخه تو چی میخوای از جون ما؟ با ورود قربتی ها نحوست آمد و زندگی این زن چون کاهی در میان طوفان در تون باد دوستی های ناشناخته و دشمنی های نامعلوم افتاد. بله بله دارید گیت میزنی شیطون؟ اینجا چی میخوای آقا؟ که بود این زن که شادی میآورید، که دل میبرد، که عشوه میفروخت، که مقمون که سایه های سرنوشتی شوم بر زندگیش سنگینی میکرد. نگاش کن، نگاش کن، این همون دختره. چه بود این راز که در آخرین دقایق زندگی فاش شد. ریدر سب کن، سب کن. ریدر راست راست میدونم تو چی فکر میکنی، دیگه جای هاشا نمونده. دارم میبینم. چی میبینی؟ یه نامرد؟ یه نامرد، یه نارفیق، یه بیخیات. ایدار چه چیز باعث شد که این مردمان چون گرگ‌های گرسنه دندان بر گلوی یکدیگر نهند و خشونت و خشم را به حدی اعجاب انگیز رسانند؟ نامرد قربتی ها بار یک ننگ را شهر به شهر بردوش کشیدند و سرانجام با جسد یک قهرمان در این مکان به گور سپردند. این کار تا
جرم و زمی خواد وقتی بزن که بتونی بزنی این یادت باشه گم شو حرمتی ها قصه از مردمان ناآرام دارد بلش کن چیه سلیته میترسی خونه منم به گردن تو بیفته قربتی ها سخن از عجائب زندگی مردمان میگوید شخصیت هایی که با هنرمایی درخشان گروهی از بازیگران ممتاز سینما رنگ زندگی میگیرند بهمن مفید با یک درخشش تازه حسین گیل با گامی جدید برای پوییدن راه بزرگان سینما شهناز تهرانی علی آزاد کهنمویی و با هنرمایی مهدی فخیم‌زاده نفهمیدی حبیب بهت چی گفت؟ گفت این کار جربوزه میخواد وقتی بزن که بتونی قربتی ها حالا میتونم قربتی ها درخشش یک حادثه مبهوت کننده در سرزمینی آرام میکشمت قربتی ها فیلمی التهاب آور پرماجرا و بزرگ نمایی از زندگی مردمان گوناگون و چون زندگی پر از فراز و نشیب های امید و یأس و شادی و ماتم قربتی ها اولین ساخته جمشید ورزنده فیلم بردار کمال مطیعی محصول سیرا فیلم پخش از حسام فیلم قربتی ها